سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رام اینجا کوکتل تیوی. خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه، یک ریاکشنی که اولین باره داریم انجام میدیم. کی؟ شاهین نجفی. چرا انقدر نوشتین شاهین نجفی رو برو که واقعا خیلی پیگیری. دم همتون گرم. خلاصه این آهنگ و موزیک ویدیو یک ده روزی هست تقریبا منتشر شده، بالغ بر 500 هزار ویو داره که تو این کویری شبکه های اجتماعی اینا واقعا خودش به نظر میتونه رکوردی باشه و ترکونده. خب قبل از همیشه یادتونه دیگه، ما میومدیم اسما رو میخوندیم چه کسایی پشت کار بودن. خیلی بد نوشته کیا پشت کار بودن، برای همین ساجست میکنم که خودتون برید توی دیسکریپشن ویدیو ببینید. خلاصه اولین بار ما هم میخوایم شاهین نجفی گوش کنیم توی این چنل و فرست ریاکت هم هست به آهنگ شاه. حالا این شاهی که اینجا نوشته با هی جیمیه، با هی دو چشم نیست. من خیلی رفتم سرچ کردم این آقا این شاه یعنی چی، به هیچ نتیجه ای نرسیدیم، یعنی هیچ معنی واسش نبود. ولی با بچه‌ای که حرف می‌زدیم میگفتن شاید این شاهه یک شاهیه که آپگرید شده. یعنی چی؟ یعنی یه شاهیه که مثل شاه‌های دیگه دیکتاتور نیست، یعنی یه شاه جدید، یه حالت جدیدی. و فکر می‌کنم شاید هم به این موضوع اشاره داره که حالا دوباره سر همون داستان‌های وکالت و این داستانا که می‌خوام بگن این دیگه اون نیست، یه همچین حالتی. شاید هم اصلا ربطی به اون نداره، ولی تنها موضوعی بود که ما پیدا کردیم راجع به این. خلاصه میخوایم بریم این آهنگ رو با هم گوش کنیم و این موزیک ویدیو رو با هم ببینیم. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که ویدیو رو با هم داشته باشیم. شاهین نجفی وارد یک مهمونی شد که توش همه نوع انسانی داریم میبینیم. حالا نمیدونم میخواد از ابتذال استفاده کنه، یعنی اینجا ابتذاله یا نمیدونم. همین الان به ذهنم رسید، شاید اصلا تو 11 ثانیه نباید این فکر رو بکنیم. شاید نمیدونم، شاید هم جامعه ایرانی، شاید هم یه جامعه آزاده. به هر حال وارد یک جایی شد. من گیر گذشته ایران و فکر فرداشم. گذشته خوبی داشتیم و حالا فردا چجوریه. ولی خب اینجا هم مشخص بود دیگه، نخوا ازم بیخیال رام شم یا تو این مسیر رام شم، که با رام یه جناس پام بود و چقدر خوشگل بود. اوه همه جا هم عکس شاهو داریم رو در دیوار. اوکی، نمیم یه حسی همین الان میگه این جایی که رفته توش ایرانه. بد و خوبم از توش، ما دلم روشن یه نم غموش. تو کم خوردی مگه از این مشتار، هر کی فوش داد پشت فیس فیک. هر کی فرشاد پشت فیس فیک. آها، اینجا فکر کنم سایبریا رو داره میگه. یه شعر کرد که آقا این اتفاقا واسه هممون افتاده، حالا ما دلمون روشن یکم غم تش و این داستان ها، ولی گفتن تو خودت مثلا کمی اتفاقا واسه افتاده و این حرفا، ولی مثلا فوش میدی پشت فیس فیک. فکر میکنم منظورش همون حالت سایبری تو راست، مگه اتفاقا واسه شما نیفتاده که مثلا اینجوری به ماها فوش میدید، همین حالتی. هر کی فوش داد پشت فیس فیک، بگو خوش باش کسیو میدونی. اینا هم آقازادهان دیگه، بخوره. آره محجبه هم هست توشون یکیشون، ولی لباس یعنی فکر کنم محجبه نیست، ولی یه ضیافتیه دیگه. او اینجا رو دقیقا که رو آدم ها نشستن، رو آدم ها نشستن. آره اینا سران ایرانن. اوکی گفتم اینجا این جایی که توشه ایرانه، یه حالت ایرانه. و اینم این همین آره نه بگم اسمشون ها، کسافتان دیگه. آره ترساش این همونم که بعدشا عکس امام دیدن توی ما، چسنال آگ چپ بازگاه مارکسیستای عاشق آمریکا. اینا همون عزیلایی هن که بعده، حالا کی؟ همینا که پشت صورت فیس فیک فوش میدادن، اونایی که دنبال فرصتن، اونایی که دنبال جا بودن، بعدشا عکس خمینی رو دیدن تو ما. آها شاه سیسی گنگ و یه حالت چیزی داره، مثلا بازی های ولفنشتین اینا بازی که این حالت اونجوری داره. و خود سیس شاهین نجفی شبیه دیکتاتوره، میدونی؟ گنگ پاپتی مثل اون شغم. البته دیکتاتور ها گنگ نیستن، ولی شبیه یه گنگ دیکتاتوره. دوزاری های پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، شغمرام مربتی قربتی.
دوزاری پاپتی مثل اون شغمرام تربتی مثل گله گاوای گم شده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی سلام علیکی شما سی کردن بو صبح رو قرص و شب کک مردن جو نرسیده اوست دستمالی اخش و آرتیست نر ماسمالی کنزو سیب آرتیست نر ماسمالی کیا میگه؟ مردن جو نرسیده اوست دستمالی اخش و آرتیست نر ماسمالی این شغمرامه کیه؟ آرتیست نر من بهش گفت فکر کنم مالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو من دهن تو آم جای آه فکر کنم خواست بگه دهن تو میگم سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم رو تاریخی من بچه رزام آها بچه شماله دیگه شمال ایرانه بکنم این شعر داره رضا هم منظورش رضا شاه دیگه اوکی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رضا داد میزنم روح بی بوت من آره دیگه همون داره شعر به اون داره دیگه میگه تو اصل و نسبی نداری همون سیب دهنی نظام سیب دهنی نظام اینجا هم مال استفاده کرده دیدیم میگن یه سیب که وسط نصف شده ولی میگه سیب دهنی مثلا نظام تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رضا داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده حزب باد این جامعه چند رضا میخواد تبعیدی توده حزب باد و زیالایی که نمیدونستم میخوان چیکار کنن حالا اینجوری هم میگم شاید نمیدونم قبیه ترم کنیم ولی ریدین دیگه ریدین سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفت واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی چی شد کفش اجنبی رفت تو پام شب شاید بغلش خوابیده بودی رفت واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکی هرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی سنگینه جنگینه ساکت بمونم نه ننگینه از چی میترسونی ما رو بچه روتین روز ما بازی با بنزینه تو خالی های تعباز بجین چه ویدیویی درست کردن دمشون گرم شای نجفی سمت هر کاری میره یه حرکت باحالی میزنه یه ویدیو سرسری اینا نمیگیره ای والله ای والله بچه روتین روز ما بازی با بنزینه تو خالی های تهباز ادعا بغل اوقا تو خالی های تهباز روز ما بازی با بنزینه یه منظور بدی من از این دارم برداشت میکنم بهتر نگم تو خالی های تهباز ادعا بغل اوقا با قد خاص خونه کیو خورده بابات بچه زالو که تو باد کردی و رفتی تو فاس زیر زمینی که شما توش باشید باز کشید رو سرتون و سر تا پاشاشید تو فیف مفته اینجا دیده بودم تو اینستا اینا خیلی هم گوشته بودن دیس میگفتن به سامان ویلسون و بهرام فلان و اینا ولی نمیدونم منظورش کلن کیه ولی ده وقتی دارم که زیر زمینی که شما باشین کسی که دارن حرف نمیزنن هیچی نمیگن و میگه البته با اون داستان شاید وکالت اتفاقی که راجع به وکالت افتاده بود از بهرام و اینا که توییت زده بود اینا شاید به اونم اشاره داره ولی اونقدی کلی داره میگه یعنی تک تک نیست این کلا دارم میگم ریدم تو این زیر زمین با قد خاص خونه کیو خورده بابات بچه زالو که تو باد کردی و رفتی تو فاس البته این دیگه سامانه دیگه کم سامان ویلسون میدونیم توپله و حرفا عجیب غریبا میزنه اونجا هم نظامو گفت و اینا سامان ویلسون میگه دیگه زیر زمینی که شما توش باشید باز کشید رو سرتون و سر تا پاشاشید تو فیف مفته بیفته رو شما بدبخت بچه ای که شما باباشی تمونده یه تای کاندومین بی مصرف زده مردمین تاریختون خونی آشغالا شغالا یه همیشه در کمین پف شده توف شده گف شله واسدی سپایی با مامی تو کانادا پول جیب جماعت و جا بزنی جمع کنی شمدون رو دری بسی چقدر خوب اینجا رو ایران درست کرده اینجا هم که همه تو صف تزریق لبن تو لباس دی سپایی با مامی تو کانادا پول جیب جماعت و جا بزنی جمع سه تو سپایی با مامی تو کانادا مامانش هر کی از سفر بیزینسی میره با سپاهی ها این بله فکر من فکر کنم رایفی پور رو میگه البته اون بیشتر میره فلسطین با بقیه ولی گفت شده گفت شو لباس دی سپایی با مامی تو کانادا پول جیب جماعت و جا بزنی جمع کنی شمدون رو دری تا میشد خورد خوردی و بعد ماسک مخالف قلابی خانواده فری خوب چریدید خوب دریدید خوبم دری خوب چریدید خوب دریدید خوبم دری قلابی خانواده فری خوب چریدید خوب دریدید خوبم دری یه مش خرید مشغول خرید چشا باز و رد یه مش خرید مشغول خرید چه ناسای خوشگل میزن دریدید خوبم دری تو البته بهترین چیز تو این جناسه و این حالت هایی که میگه
شاین نجفی بهترینش همونه که میگه برین بدین برین بدین، خیلی خوبه. یه مش خرید مشغول خرید، چشو باز و ردتونم داریم، باز میورسی شاکیه، اون که شاد کام میخوره و شاکیه، یا شاکیه شاکیه، داره خوب میگه، داره خوب میگه، مرسی. چه شعری نوشته با بنازم. ردتونم داریم، باز میورسی شاکیه. چرا ما تا حالا شاین نجفی ریاکشن نرفته بودیم؟ هیچ وقت قسمت نشده بود بریم. این بده. اون که شاد کام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، چشم ترکه ایران میشه ترکیه. راست این بده. جنس جمهوری بادکنکیه، چشم ترکه ایران میشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتبه، سرنوشتتون مشتبه. کی میشه؟ چشم راه مهدی ان. ها مشتبه خودمون اون فلج ملج ها رو میگه. اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتبه، سرنوشتتون تباه، دکون دو نبشی که صاحبش سپاه، باز میورسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه. بر خوده، یعنی خودش هم سوال ایجاد کرد شاکیه. جایی موشو سبز کرده؟ پرچم ایران بالاش سبزه دیگه. آره. نخواهزم که با این بلا خامشم، من گیر گذشته ایران و فکر فرداشم، نخواهزم که بی خیال رامشم، نخواهزم که تو این مسیر رامشم، نخواهزم که با این بلا خامشم، من گیر گذشته ایران و فکر فرداشم. اوکی، شاه هم چه اون لوگو اون مهرش هم زد رو نامه ها میزنن. خب با هم دیدیم ویدیو شاه از شاهین نجفی که راجب احوال ایران بود و خیلی هم دیست سپاهی ها و تمام برعکسی که به نوعی وصلن یا حتی زیرزمینی هایی که به دید خود شاهین خیلی مغزشون کار نمی کنه. چقدر ویدیوش باحال بود و ایرانو به یه امارت تشبیه کرده بود و اونجا داشت خیلی چیزا رو نشون میداد که اون حالا رئیس های اون امارته میدیدیم که روی سری آدم نشسته بودن، سری رعیت و اینا که داره به این داستان اشاره میکنه که از مردم استفاده میکنن، میان بالا خون مردم رو تیشی کردن و این حرفا. و کلا دمش گرم، کار همه جوره باحال بود. حالا فارغ از این که حال میکنی با این آهنگ به صورت سلیقه یا نه، به نظر من خیلی ایراد عجیب غریبی نمیشد از این گرفت. اصلا ایرادی من که ندیدم اصلا. و خیلی خوشگل بود، همین دوتایی بازی میکرد، جناس میزد فلان و اینا باحال بود. و حالا مثلا شاید من خودم طرفدار این نباشم که تو آهنگ مثلا بگی بیچاره بچه که تو باباش باشی. حالا شاید برای شاهین چون حالا داشت توی بارای قبلیش هم میگفت که من خودم اصل و نسب دارم، مثلا برمیگردم به رضا و اینها، خب نشون میده اصل و نسب واسش مهمه. و وقتی تو اینو به یکی میگی با این دیدگاه، خب یه همچین مخربه. ولی مثلا خود من مثلا بخوام از یه لفظ مخرب استفاده کنم، اینو نمیگم. میدونی مثلا میگم مثلا خاک تو سرت، مثلا بابایی که تو رو آورد بالا تربیت کرد مثلا فلان اینجوری. حالا ولی در کل باحال بود، دمش گرم، خیلی خفن بود. چه اشتباهی کردم ریاکشن رفتیم. حالا از این بعد به یحتمل محتمل زیاد ما شاهین نجفی زیاد خواهیم داشت و زیاد گوش میدیم. حالا من خودم هم اینجوری نیستم که بگم مثلا شاهین تا حالا گوش ندادم. چرا گوش دادم؟ خیلی موزیکای باحالی هم داره، مثل رانندگی در مستی و مثل این گونه و اینا که واقعا فوق العاده. و فکر کنم مثلا اگه بخوایم منطقی باشیم نگاه کنیم تاریخو، فکر کنم مثلا کسی که تابو شکنی و معنی کرد با کاراش شاهین نجفی بود. حالا تابو شکنی آنم یه سری کسایی که واسه ویو گرفتن هر کاری میکنن اسمشو میذارن تابو شکنی. تابو شکنی درست، یعنی بیای پا دست بذاری روی چیزهایی راجبه یه سری مسائل صحبت کنی که خیلی ها جربازشو نرن. میدونی چی میگم؟ در کل آدم بزرگیه و آرتیست بزرگی و تاریخ ساز. دمش گرم و مرسی به خاطر این کاری که کرده بود و همیشه هم که پشت مردم بود. دمش گرم، امیدواریم که بتره کنه. و اینم از این خیلی شاه و درخواست داشتید، این از شاه. نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید، هم راجع به آهنگ هم راجع به ریاکشن. دمتون گرم، امیدوارم که حالتون توپ خوب عالی و بمب بشه. تا ویدیو بعدی، زن زندگی آزادی.